جنگ گرگ ها بر سر توافق نامه ژنو. یک نماینده مجلس ارتجاع از باند خامنه ای. نصف مجتمع غنی‌سازی نتنز، 3/4 مجتمع غنی‌سازی فوردو، کل آب سنگین عراق و بیش از 99.5% تولید سانتریفیوژ را داده این و در قبال آن هیچ چیز نگرفته این. حق غنی‌سازی ما مطلقاً در این توافق نامه نیست. یک بار هم که شده این متن توافق را از شبکه های صدا و سیما بخوانند. آخون نبویان مهره خامنه ای در مجلس ارتجاع در گفتگو با خبرگزاری سپاه تروریستی قدس پیرامون توافقنامه ژنو گفت ما نسبت به توافق ژنو یک سری انتقاداتی داریم و معتقدیم در این توافقنامه بین داده ها و گرفته های ایران اصلا توازنی برقرار نیست. ما حدوداً 90% از توانمندی هسته‌ای خود را داده ایم و از طرف دیگر نیز 90% تحریم ها باقی مانده و حد اکثر 10% را برداشتند. پس کجا در توافق نامه توازن برقرار است؟ این که در مذاکرات چه گفتید و چه نگفتید فایده‌ای ندارد. مهم آن چیزی است که به عنوان سند امضا کردید و باید اجرا کنید. مسئولان آمریکایی امروز لانگ ترم را 20 سال میگویند و معلوم نیست که فردا مسئول دیگری سر کار بیاید و بگوید 40 سال. حتی بر فرض اگر همان 20 سال باشد، در آن صورت تازه وعده دادن تا 20 سال بعد 1/4 تحریم ها برداشته خواهد شد، در حالی که ما در همین ابتدا 90% از هسته‌ای خود را داده ایم. ما تعهد داده ایم نصف مجتمع غنی‌سازی نتنز، 3/4 مجتمع غنی‌سازی فوردو، کل آب سنگین عراق و بیش از 99.5% تولید سانتریفیوژ را در این توافقنامه داده ایم، در حالی که حق غنی‌سازی ما مطلقاً در این توافقنامه نیست. یک جای توافقنامه را به من نشان بدهید که نوشته شده باشد ما حتی حق غنی‌سازی 1% داریم. در این توافقنامه عزت ما زیر پا گذاشته شده و در قبال آن هیچ چیز نگرفته ایم. در اینجا میگویم که آقای ظریف و آقای عراقچی یک بار هم که شده این متن توافق را از شبکه های صدا و سیما برای مردم بخوانند. بنده دو بار تقاضا کردم تا متن آن را در صدا و سیما برای مردم بخوانم، اما موافقت نکردند و اجازه ندادند. اما اینها که دسترسی دارند این متن را برای مردم بخوانند.